سلام علیکم، خیلی مخلصیم. حالتون چطوره؟ به هشتمین ماهگردی خوش اومدین. توی این ماهگردی قراره بریم سراغ 6 تا فیلمی که در یک ماه اخیر یا ریلیز شدن تو سینمای بین‌الملل یا وارد اکران آنلاین سینمای خودمون شدن و طبق اصول ماهگردیمون یک کوچولو معرفی، یک کوچولو نقد و یه نمره دادن. این کل حرفیه که راجع به این فیلم‌ها باهاتون می‌زنم. پس مثل همیشه بدون حرف اضافه لایک بشه شماسته و انگشت زدن رو دکمه حساب فراموشتون نشه. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. فیلم اول، آبی روشن. آبی روشن یه فیلم محترم و شریفه که یه مهران غفوریان خوب داره، عجیبه، و گریمای فیلم بیش از حد رئال و خوب در اومده. اینا نکات مثبته. اما مضمون فیلم شده شعار و در واقع این شعاره در کل فیلم از محتوا داره سبقت میگیره. یعنی یه جوری فیلم آبی روشن مضمونش گل درشت شده که قشنگ من مخاطب میرم سراغ دهه 80 سینمای خودم. از طرف دیگه خورده پیرنگ و سکانس‌های بی ربط بدون اون که بتونن کمکی بکنن به قوام مرکزی درام این فیلم، فقط اضافه شدن باعث کشدارتر شدن فیلم و رسیدن به تایمی مناسب برای اکران. یعنی هیچ تأثیری روی فیلم نداره. فیلم آبی روشن دو تا نکته مثبت دیگه هم داره. یک، قاب‌بندی‌های چشم‌نوازش از طبیعت و همینطور اسم فیلم خیلی درست انتخاب شده. یعنی همین بحث آبی روشن از منظر رنگ اگر بهش نگاه بکنیم در فیلم قابل تأمله. جزئیاتی وجود داره که بر اساس همین رنگ طراحی شده. در مجموع همه این حرفا، فیلم آبی روشن هر چی بود سینما نبود، چون نه قصه داشت نه کاراکتری ساخت. و نمره‌ای که من میتونم بهش بدم نمره 3 از 10. فیلم دوم، انواع مهربانی. اپرای خشونت اما استون اعجاب انگیز در کنار لانتیموس لعنتی توی فیلم سپارتی. مسئله نیاز انسان به کنترل و تأثیر کنترل بر انسان دغدغه اصلی و تم مشترک تمام آثار لانتیموس، فیلمساز مجنوی یونانیه که ماحصل این شده یک جهان بیرحم که انسان، طبیعت، مرگ و عشق هیچ کدومشون جدی گرفته نمیشن. فیلم انواع مهربانی یه فیلم آنتولوژیه با 3 تا قصه نامرتبط اما بازیگرای یکسان که مضمون مشترک داره، ولی در انسجام هیچ انسجام خاصی ما در این فیلم نمیبینیم. با وجود در اون مایه مشترک ارتباط داستانی ساخته نشده و این در واقع بزرگترین نقطه ضعف لانتیموس تو این فیلمه. از طرفی برخلاف عنوان فیلم هیچ خبری از مهربانی تو فیلم انواع مهربانی وجود نداره و داستانها به ترتیب از 1، 2، 3 هر چقدر جلوتر میره غیر مستقیمتر، خشنتر و از همه اینا مهمتر آشفته تره. چیزی که در سینمای لانتیموس یک نکته مثبت بود اما این بار به نکته منفی تبدیل شده. فیلم انواع مهربانی قطعا جز فیلمای ماندگار لانتیموس نخواهد بود. درسته که اون نگاه تلخ همیشگی فیلمساز وجود داره، ولی مسئله مهم اینه که در فیلم انواع مهربانی خود لانتیموس لانتیموس نیست. چرا؟ چون این فیلم با استفاده از موسیقی‌های وهم‌آور، سکانس‌های طولانی و شدیداً خسته کننده از سکوت و تصمیم‌گیری کاراکترها، بیشتر از اینکه یک کار اصیل و شوکه کننده بشه به یک پارودی از سینمای لانتیموس تبدیل شده. در واقع یک چیزی که انگار خودش رو هم داره دست میندازه، آثار قبلیش رو هم داره مسخره میکنه. IMDb نمره 6.6 داده و منم نمره 6.5 میدم. فیلم سوم، تمساح خونی. کمدی اکشن تمساح خونی اولین تجربه جواد عزتیه که چیزی شبیه به سینمای درجه 2 بالیووده، چون فیلمنامه کلیشه‌ای و بی‌منطقه و همینطور فیلم ساخته شده برای گیشه. ولی نکته مهم فیلمنامه اینه که به دور از شوخی‌های جنسیه و این میشه نکته مثبت. از طرفی تدوین فیلم خیلی خوب و درسته، پلانا کوتاه و ریتم فیلم رو تند کرده و هیجان انگیزش کرده برای مخاطب. فیلم خیلی عالی شروع میشه اما به همون اندازه افتضاح تموم میشه. یعنی یه کاری میکنه این سرسری بودن پایان بندی که فیلمو تبدیل میکنه به یک فیلم ساده و قابل پیش بینی. نوآوری داریم توی فیلم، چه تو فضا سازی، چه تو تصویر برداری، به خصوص تصویر برداری. چرا؟ چون سکانس‌های تعقیب و گریز خوبی گرفته شده. نکته مهمترش هم اینه که استفاده از این سکانس‌های تعقیب و گریز کمک کرده به قصه
و اصلا یک جاهایی ساخت این کمدی به خاطر همین تعقیب و گریز اتفاق افتاده. برگه برنده اصلی فیلم خود جواد عزتیه، بازیگری که هم پشت دوربینه هم جلوی دوربین و از خودش به اندازه بازی گرفته. در واقع نه لودگی داریم میبینیم نه بیمزگی. برسیم به سکانس حاشیه برانگیز فیلم تمساح خونی. یه سکانس داریم که کلی بازیگر چهره و معروف کمدیمون داخلش حضور دارن، از پژمان جمشیدی و کامیز دیرباز بگیر تا مهران غفوریان و هومن حاجی عبدالله. اما چرا این بازیگران وجود دارن فقط هم در یک سکانس؟ خب هدف مشخصه، مقاصد در واقع تجاری و تبلیغاتی ولا غیر. اما اینجا جاشه که از کارگردان و تهیه کننده فیلم من تشکر کنم. میدونی چرا؟ چون از اسم و تصویر هیچ کدوم از این عزیزان روی پوستر استفاده نکرده، یعنی حداقل در گام نخست تبلیغات اشتباه مسیر رو نرفته. چون توی این 7 ماه گذشته ای که ماهگری داشتیم فیلم هایی داشتیم که از اسم بازیگر و تصویر بازیگرهای ترند و در واقع محبوب این روزا استفاده کرده برای اینکه فیلمش دیده بشه، اما اینجا این اتفاقی نیفتاده، پس دمتون گرم. رسیدیم به اینجای ویدیو که در مورد اصطلاح تمساح خونی توی پوکر خیلی کوتاه میخوام بهتون توضیح بدم اگر نمیدونی. به بازیکنی که در موقعیت سخت قرار میگیره، فشار زیادی روشه، ولی توانایی نگه داشتن بازی رو داره و اون بازی رو به هیچ عنوان نمیبازه میگن در واقع تمساح خونی. حالا اسمه مثل آبی روشن خیلی درست انتخاب شده، دقیقا مطابقه با قصه فیلم، چون قصه افرادیه که به دنبال یه شب پولدار شدنن. نمره‌ای که به فیلم تمساح خونی میتونم بدم نمره 4.5 از 5. فیلم چهارم آسمان غرب. آسمان غرب یه فیلم بیوگرافی استوار و ماهیت داره. ژانر بیوگرافی توی ایران عموما اینجوری ساخته میشه که کاراکتر اصلی ابعاد شخصیتی زیادی رو ازش نمیدونیم، یعنی ارتباطش به خانواده یا ارتباط خانواده با اون رو ما نمیدیم سراغش و این نکته منفی به حساب میاد. حالا اینجا تو آسمان غرب این شده نکته مثبت، چون رفتیم سراغ این مسئله و در واقع ابعاد شخصیتی مختلفی از شهید شیرودی میبینیم. مسئله بعدی خوش ریتمی و سر حال بودن فیلمه، چون تدوینگر خیلی زور زده که سکانس‌های اکشن و جنگی لحظه‌اش ساخته بشه، ولی خیلی مشخصه که در واقع میزانسن جنگی سر تصویربرداری ساخته نشده، از هر جایی دوست داشتن پلان گرفتن، یه عالمه پلان دادن به تدوینگر، اون بنده خدا نمیدونسته باید چیکار کنه، ولی با این حال تو تدوین کارو در آورد. اما اینجا میرسیم به بازیگر نقش اصلی آسمان غرب، یعنی میلاد کیمرام، که خیلی از مخاطبا و منتقدین بازیشو دوست نداشتن و نقد منفی بهش کرده بودن، ولی من اینجا مخالفم. چرا؟ چون احساس میکنم که در واقع این نقشه نشسته بود روی این بازیگر و اون تاثیرگذاری که باید برای من مخاطب اتفاق میافتاد اتفاق افتاد. حالا میرسیم به یه مسئله جذاب که خیلی دوست دارم براتون بازش کنم. یه کاشت و برداشت تو فیلمنامه اتفاق میفته و این تصویریه و همه اینا باعث میشه که در واقع از نظر روحیه‌ای فیلم خوش روحیه‌ای باشه، حالتو خوب بکنه. یه جایی اواسط فیلم شهید شیرودی میره سراغ سربازایی که دارن شیفت میدن و نشستن پای آتیش، بهشون میگه که آهنگ غمگین نخونید. چرا؟ چه وضعشه؟ تغییر بده آهنگتو، آهنگ شاد کن. اونجا کاشتی بود که پایان فیلم رو برای ما مشخص کرد، پیروزی مردم و شهید شیرودی که جایگزین شکست و شهادت شهید میشد. چون اصولا توی این فیلم ها ما در واقع اون کاراکتر و اون رزمنده‌ای که داریم رو در پایان فیلم از دست میدیم، یعنی به شهادت میرسه، ولی اینجا این اتفاق نمیفته. اینجا میگه آقا یک عملیاتو میخوام بهتون نشون بدم، صرفا شهادت رو نمیخوام بهتون نشون بدم. این نکته قابل احترامی بود. رسیدیم به اینجای ویدیو که بعد از گفتن یه سوتی تصویری که از آسمان غرب گرفتم میخوام برام کامنت بکنید که انگشت پتروس هنوز سر حاله. حالا قضیه چیه؟ فیلم آسمان غرب داره تو دهه 60 روایت میشه، اما طبق این پلانی که دارید میبینید یه چراغ سقفی سنسوردار داریم، این نمیشینه توجه به جزئیات، اینجا یعنی صفر. و در نهایت نمره‌ای که به این فیلم میدم نمره 4 از 10. فیلم پنجم ترپ. کارگردان فیلم معروف حس ششم، یعنی ام نایت شیامالان، حالا سال 2024 با یه فیلمی برگشته که انگار اون همیشگیه نیست. فیلم ترپ یه معمای ساده داره که در این حال خیلی پیچیده است. خیلی سریع ما رو به یه مسئله مهم میرسونه، اما شک نمیذاره که به یقین برسیم، یعنی فرمول اصلی فیلم تله در تله است. اگر این فرمول جذابیه براتون، همچنان پیشنهاد اولم بهتون بچه رزماری رومان پولانسکی یا نمایشنامه‌ای آیرل ببینه، چون شاهکاره تو این قضیه. اما فیلم تله یا ترپ فیلم خوبی نیست،
چرا؟ دو تا دلیل داره. یک، معلوم نیست که ام نایت شیامالان این فیلم رو برای چه گروه سنی ساخته. در نیمه ابتدایی، در واقع در یک سوم ابتدایی، مخاطب تینیج با این فیلم خیلی کیف میکنه. نیمه دوم مخاطبایی هستند که در واقع یه ذره بزرگسالن. نیمه سوم مخاطبایی در واقع جوان پسند با این فیلم ارتباط میگیرن. ژانر در ژانر قاطی میشه و تو اصلا نمیفهمی که آقا این فیلم برای کی ساخته شده. در کل اگه بخوام بهتون بگم، فیلم طرف قصه گویی بد، بازیای بد، کارگردانی بد و یه هشتگ بزرگ نه به منطق. آی ام دی بی فیلم طرف اصلا دلم نمیخواست برام ببینم، چون احتمالاً نمره از اینی هم که از میومد پایین‌تر، ولی نمره‌ای که خودم بهش میدم نمره 2/10. فیلم ششم، مصائب شیرین 2. جنس فیلمسازی علیرضا داوودنژاد منحصر به فرد خودشه. مثل فیلم‌های مثلا رامبد جوان یا سروش سعد تو سینمای ایران این شکلیه که وقتی یه پلان ازش می‌بینی دقیق می‌تونی کارگردانو حدس بزنی. حالا مصائب شیرین 2 هم کاملا وامدار نسخه اصلی بود و هر چی تغذیه میکرد از نسخه 1 بود، اما مصائب شیرین 2 به نسبت قسمت اولش ریتم تندتر و در واقع بار طنز بیشتری داره، چون مخاطب امروزی رو هدف قرار داده و دو تا تم اصلی داره، یکی بحث مهاجرته، یکی رابطه مادر دختری. فیلم مصائب شیرین 2 همچنان مثل نسخه اولش یه فیلم تجربی از علیرضا داوودنژاد به حساب میاد که درون مایه اصلی فیلم مصائب شیرین 2 تقابل بین نسل هاست. حالا همین مسئله شده بزرگترین نقطه ضعفش. چرا؟ چون این تقابل بین نسل ها زیر حجم داستان زندگی منارضا کمرنگ شده، خیلی نمیتونیم بریم سراغش. حالا جایی هم که میریم سراغش نقطه ضعف دوم شکل میگیره. فیلمساز عزیزمون معلومه که شناخت کافی از نسل جدید رو نداشته، به همین دلیل فیلم تو اون قسمتش در واقع یه بحران زدگی وجود داره براش و یه جورایی غیر واقعی به نظر میرسه. با تمام احترامی که برای سینمای علیرضا داوودنژاد محترم و بزرگوار قائلم، اما فیلم مصائب شیرین یک فیلم خسته کننده است که آخرین تصاویر و آخرین فیلم زنده یاد رضا داوودنژاد هم به حساب میاد. از این حیث خیلی غمگین و ناراحت کننده هم میتونه باشه و همین جای کار لازم و واجبه که یه تشکر بکنم از کل خاندان داوودنژاد که به تنهایی تونستن 10 عضو رو به سینمای ایران معرفی بکنن. و دمتون گرم. نمره‌ای که برای این فیلمم باید بدم خیلی کار سختیه، نمره 4/10. کوچولو آخر کار در واقع ناراحت شدیم و نمره هم اشتباه بهتون گفتم، نمره ای که به مصائب شیرین میدم 3/10. و دمتون گرم، با لایک و کامنت و سابتون از انگشت پتروس حمایت بکنید تا ماه بعدی و ماهگردی بعدی. فعلاً.